Eerder vanavond sprak ik met de internationaal vermaarde filmregisseur Mohsen Makhmalbaf. Die zit in Parijs. Ja. En hij is de benoemde woordvoerder nu van de oppositieleider Mousavi in West-Europa. Een belangrijk man. En ik vroeg hem wat hij als laatste nieuws heeft binnengekregen uit Teheran, waar je net weg bent. خبر بسیار خوشحال کننده ای از ایران میلیون ها مردمی که به دنبال دموکراسی ان امروز در خیابون های تهران و سراسر ایران فریاد آزادی دموکراسی خواهی و پیروزی رو سر دادند. You call it good news, but we have heard tonight that there were shootings in the street as well and that at least one demonstrator has been shot. How critical is the situation? هر شبت میلیون ها آدم در خیابون ریختن و خب این وضعیت رو برای حکومت احمدی نژاد بحرانی کرده. از نظر بحران بایستی که احمدی نژاد نگران باشه چون که اون کودتا کرده، تقلب کرده و وضعیت بحرانی داره. اما مردم ایران امروز خوشحالن که همه همدیگر رو یک صدا و در یک تصویر بزرگ دیدند. So you sound very upbeat about the situation, but as I recall, Ahmadinejad, the president, is still in charge of the police and the military, so he is in power of the guns. How critical is the situation for your leader? عرشبت که خب بله میتونه وضعیت آقای موسوی خطرناک باشه. شما در این تصویر میبینید که چطور با لباسهای شخصی چاقو به دست داخل مردم میشن، به رهبران حمله میکنن. ایشون آقای خاتمی رئیس جمهور قبلی است که از اصلاح طلباست. اینجا تصویر دو تا تروریست رو میبینید که میخوان به ایشون حمله کنن و حتی عمامه رو برداشتن. از احمدی نژاد پرسیدن آیا تو امنیت رقبات رو تضمین میکنی و اون صریحتا گفته نه. من فکر میکنم که مردم اگر که رهبرانشون مثل آقای موسوی، کروبی، خاتمی رو داشته باشن برای حکومت ایران بهتره، چون میتونن توسط این رهبران کنترل بشن. اگر رهبران اینا امنیتشون از بین بره، اون وقت مردم به سمت یک انقلاب میرن. You talk today to President Sarkozy of France. What do you expect from him? What do you hope he will say? And also, what do you hope that the Prime Minister in the Netherlands and the Minister of Foreign Affairs will say in this country? ما از آقای سرکوزی تقاضا داریم، همینطور از دولت هلند، که عجله نکنن در به رسمیت شناختن دولت احمدی نژاد. این دولت به زودی عوض میشه. ما همینطور از پارلمان اروپا به زودی خواهیم خواست از طرف مردم ایران و از طرف آقای موسوی که دست نگه دارن و به رسمیت نشناسن دولت کودتای امروزی رو تا مردم ایران رئیس جمهور خودشون رو که آقای موسوی است رسما معرفی کنن. Will this be a velvet revolution or a bloody revolution? ایران، مردم ایران به دنبال یک انقلاب سبزن، اما ممکنه که حکومت ایران بخواد این رو به سمت یک انقلاب خشن بکشونه. ما همه تلاشمون رو میکنیم که در حدود قوانین فعالیت‌های انجام بشه که به نفع همه باشه، اما همه چیز محتمله. Thank you very much, Mr. Makhmalbaf from Paris. Thank you so much for your input today. Thank you.